حد بفرمایید. در اینجا به توضیح یکی از مهمترین مباحث در زبان ایتالیایی میپردازیم و اون زمان ایمپرفتو هست. ایمپرفتو همونطور که از کلمه مشخص هست، در واقع همون زمان ایمپرفکت یا ناکامل یا ناقص هست. در واقع این زمان یک نوع زمان استمراری هست، یعنی اشاره به کاری که در گذشته در حال انجامش بودیم و کامل نشده، ناقص مونده، و در واقع میخوام بگیم که در حال انجامش بودیم. اما عملا این زمان در زبان ایتالیایی خیلی وقتا به جای زمان گذشته ساده استفاده میشه. یعنی گذشته ساده همون در واقع زمانی است که میخوام بگیم داشتم یا رفتم یا نوشتم. اوکی، پس ما از زمان ایمپرفتو استفاده میکنیم برای بیان جملات در زمان گذشته و تقریبا همون زمان معادل زمان گذشته ساده هست در زبان فارسی. خب خواهش میکنم دقت بفرمایید دوستان که این زمان چطور ساخته میشه. خوشبختانه ساختن این زمان میشه گفت خیلی ساده تر هست نسبت به زمان حال ساده، چرا که یک سری پسفندها وجود داره که در اینجا دیگه استثناء خاصی وجود نداره، حالا به جز یکی دو تا مورد استثناء خاصی وجود نداره و همه فعل ها تقریبا از این قاعده پیروی میکنن. فقط کافیه به ریشه فعل، یعنی بعد از در واقع حذف ر یا ایره یا اره از پایان فعل، ما میتونیم این پسوندها رو به پایان فعل اضافه کنیم و زمان گذشته یا ایمپرفتو در واقع ساخته میشه. خب به فعل منجر دقت بفرمایید دوستان. منجر خب مثل فعل پرلاره هست، یک فعل کاملا با قاعده. خب ما کافیه که ر رو از پایانش حذف کنیم و همونطور که مشاهده می‌فرمایید دوستان پسوندها با رنگ قرمز مشخص شده و برای همه فعل‌ها هم یکسان است. برای من یا ایو ما باید و رو اضافه کنیم، برای تو باید وی اضافه کنیم، پس و برای من، وی برای تو، و برای او، و مو برای ما، واته برای شما و وانو برای آنها. خب پس می‌خوام بگیم من خوردم، میگیم یو منجاو یا منجاو، یعنی میشه اصلا ضمیر رو هم استفاده نکرد، چون همونطور که عرض کردم خدمتتون ضمایر فاعلی خیلی وقت در زبان ایتالیایی اصلا حذف میشن. پس منجاو یعنی خوردم، منجاوی تو خوردی، منجاوا او خورد، منجاوامو ما خوردیم، منجاوت شما خوردید و منجاوانو آنها خوردند. یک بار دیگه دوستان خواهش میکنم تکرار بفرمایید. منجاوو، منجاوی، منجاوا، منجاوامو، منجاواته و منجاوانو، به این صورت دوستان. اما فعل بعدی رو دقیق بفرمایید دوستان. فعل بعد فعل اویره هست. فعل اویره خب یکی از در واقع مهمترین فعل ها هست در زبان ایتالیایی و باز یک فعل بی‌قاعده است. اما اینجا می‌بینیم که دقیقاً از همین قاعده اتفاقا داره پیروی می‌کنه، چون ر رو اگه از پایانش حذف کنیم و همین در واقع پسوندها رو اضافه کنیم می‌بینیم به راحتی میشه زمان گذشته‌اش رو ساخت. یعنی ما می‌خوام بگیم داشتم، داشتی، داشت، داشتیم، داشتید، داشتن. خب اوه و یعنی داشتم، اوه وی داشتی، اوه و یعنی او داشت، اوه وامو یعنی ما داشتیم، اووت شما داشتید و اووانو آنها داشتند. پس یک بار دیگه دوستان خواهش میکنم تکرار بفرمایید. اووو، اووی، اووا، اووامو، اووت، اووانو. به این صورت دوستان زمان در واقع اووره رو برای زمان گذشته